شکافی دیگر بین اطلاف هدایتگران خارج نشین وقتی کاربران فضای مجازی با برگ دیگری از رازهای مگوی این افراد روبرو می شوند از روزی که حامد اسمایلیون گفت فقط یک فعال حقوق بشر است تا آخر عمرم خودم فعال حقوق بشری فعال مدنی می دونم. تا روزی که تغییر رویه داد زیاد نگذشت به این نتیجه رسیدم که فعالانه تر در کنار این انقلاب باشم همزمان با اختشاشات در ایران هم دوباره وارد فاز دیگری از تنوع تغییراتی شد و همراه چند چند دیگر که هر کدام در ضد ایرانی بودنشان هزاران اما و اگر است خود را هدایتگر آنچه که انقلاب اپوزیسیون نامیده می شود خان. برای رسیدن به آن روز با تمام توان خواهیم جنگی اما بعد از شکاف های عمیق و انتقادات در روند نو هدایت و وجود افرادی مثل عبدالله محتدی دبیر حزب کوموله قطارشان به چند بومبست خورد این منشور همه شکایت تجزیه کشور منه مثل افشای شکایت برخی خانواده های هواپیمای اوکراینی از اسماعیلیون به دلیل صرف هزینه های انجمن برای منافع شخصی از امروز به جای من آقای کوروش دوست شناس سخنگوی انجمن خواهد بود مرزاد زارعی که یکی از همقطاران حامد اسماعیلیون هست در توییت این چنین نوشت شکایت من از انجمن به دادگاه عالی اونتاریو به دلیل عدم شفافیت مالی و سازمانی ثبت شد چندین بار توسط وکیلم درخواست فرستادم اما انجمن حاضر به پاسخگویی نشد حالا این ماجرا با روایت های دیگر و شکایت خانواده ها ادامه دارد حیف از دختر و نوه نازنینم که جانش پرپر شده و خون پاکشان مورد سوء استفاده ای این کاسبکارها کارها قرار گرفت آقای اسماعیلیون شما حتی نتونستی گروه کوچکی از افرادی شبیه خودت رو هم رهبری کنی کار به شکایت رسمی در دادگاه کشید کاربران هم در پوست هایی به این پرونده واکنش نشان دادند و نوشتند کسی که در یک انجمن با چند ده عضو نتوانسته شفافیت لازم به دهد میتواند راه آزادی را به یک ملت نشان دهد این آقا در ارتباط با بودجه یک انجمن چندصد نفره شفاف عمل نکرده چطور ممکنه بتونه تحت عنوان رهبر سیاسی شفافیت به بده آیا استعفای حامد اسماعیلیون چند روز پیش از این شکایت برای فرار از پاسخگویی بوده فاطمه شریفی خبرگزاری صدا و سیما